دورود مجدد خدمت عزیزه دلم حالتون چطوره اون که پر انرژی باشید من ریحبر هستم و دلی دوستتون دارم ما چند بهتون من ویدیو دوم گردونه متیک استورهی جدید FFAR 5 همچی چیزی بود اسمش این ویدیو بلا از ویدیو قبلی ضبط شده تقریبا نیم ساعت بعدش و ولی یک روز بعدش یا فکر کنم دو روز بعدش به اشتراک گذاری شده حالا ویدیو اول برای این ندیدین حتما برین نگاه کنید چیدمانش هم آخر ویدیو گذاشتم ویدیو اول آرزم خدمتتون برای فاصله نزدیکه تو درگیری با فاصله نزدیک خیلی تفنگ خیلی خفنی اینجوری بهتون بگم این ویدیو برای فاصله متوسط و دوره خب فقط توی کامنت ها من بهتون میگم چه پرکای روی اون یادم رفت بذارم همین الان یادم اومد میرم توی کامنت ها روی ویدیو قبلی بهتون میگم چه پرکایی برا فاصله نزدیک بذاری برا فاصله دور ای توفنگ پرک بازو میخواد پرک خشاب میخواد و پرک فاصله برد طولانی پرک لانگ رنج اینا رو میخواد آرزم خدمتتون اینا رو باز توی کامنت توی زیر این ویدیو هم حتما میذارم اشخا آرزم خدمتون تا قشنگ داشت برای خودش این چیزه این شمشیر با این که خیلی خوشگله ولی یه ایراد خیلی بزرگی داره چون من سرعت غلاف کردن تو خیلی زیاده این, این کندی رو من دوست ندارم نگاه من توفنگ رو غلاف کردم این شمشیر اینجوری کالاف مثلا میخواسته اینجوری شبیه واقعیتش کنه ولی خب ما تو واقعیت که نمیریم با هم دیگه بجنگیم همدیگر بزنیم بکشیم تو واقعیت ما همدیگر رو ماچ میکنیم تو واقعیت ما همدیگر رو دوست داریم <applause> این فاصله داشته باشیم بچه ها فقط یه ذره این تیرای که اینجوری با این ارتقا اینجوری میشن به نظر این تیرا رنگ خوشگله ولی یه ذره دیدو میگیره فکر کنم سری بعدی بخوام بزنم این تیرا رو غیر فعال میکنم این, که خطش دیده میشه قشنگ ها خیلی قشنگ این هوا اومده ما رو بزنه با یه اسمجی دارم بازی میکنم دیگه با شادگان گفتم بازی نکنم این دست دیگه هی شادگان اس بچه جی واقعا هنر میخواد شادگان خیلی آسونه با ام یه تیر میزنی یه ذره میچرخی میزنی ولی اس ام یه ذره استراتژیش البته الان نظرم عوض شده قبلا میگفتم نه شادگان زر ولی الان به نظر من ای داشت اونو کلاس موجی و ورداشته موجی میخواد ما رو بزنه بندازه توی دریا میندازی بنداز توی یونان یه ذره بریم بکنیم بچا ساحل یونان ساحل های یونان جزیره چند تا جزیره دارن به اسم کوس ای چیزه اسمش کس جزیره چیکار کنم من <applause> ایراد هم من نیست اسمش کوس داشته باشی اینجا قدرت توفنگو میبینی بچه ها قدرت توفنگو الان اینجا میبینی اینجوری خشنگ از توفنگو خلاف میشم بعد چه بازی البته توفنگ میزنه من نمیزنمش فکر کنم امسا... امسال, که اسپانیا برم برای تعطیلات سال بعد شاید یونان برم بچه های ها. جزیره ها. <applause> میریم حتما میریم برنامه دارم براش توفنگ داشته باشیم بچه ها این تقریبا بازی اول بود داره بازی اول بود بعد میرم برای بازی دوم دو, دو بار با... آه، این بازی دوم بازی اول دیگه بعد اینا بازی کنن خیلی نوب بودن البته اینا هم زیاد بازیشون خوب نیست ولی خب هدف من تست کردن آزمایش کردن توفنگ بود اونجا میخواد شادگان بزنه نمیدونم چه فلسفه ای هر کی شادگان برمی داره فکر میکنه دیگه باید از هر فاصله شاد شادگان برا فاصله دو سه تا چهار متری حواستون باشه تو فاصله ده متری شادگان نمیندازه تو فاصله هشت متر چیتر که نیستی مگه اینکه قبلا ترکونده باشیش از شاد از دور بزنیش مثلا 20 تا صدمه بهش بزنی طرف میافته بعد بچه ها توفنگ رو داریم میبینین دارم همه جوره براتون تست میکنم تو مثلا این فاصله میانگینه نگاه نگاه یه لحظه خشابش هم بدک نیست تو فاصله ها ولی پرک چیز نیست ها آمینویشنش جوری نیست که خشاب سرعتش زیاد بالا سرعتش کم کنه ولی باز هم بدک نیست نگاه میگیری رو طرف سرعت طرف هر چه قدم زیاد باشه طرف میفته خیلی اصلا قدرت تفنگ الان هم که میخوام بفروشنش ولی کلا بچه ها فلسفه کالاف اینه که متیکن خب استوره این توفنگ های ضعیفی نمیشن تو بازی مثل ای مثل کیلو اینا توفنگ های ضعیفی نمیشن اصلا کی الان قویه برای اس بد نیست آرزام دیگه چیا بودن چه تفنگایی بودن متیکا اکثرا اینجوری اصلا اودن 5 فصل 4 فصل پیش اومده ولی هنوز قویه دلیلش اینه که اینا اومدن هزینه کردن سیاستشون یه جوری چیندن که تفنگ بفروشن اینجوری نیست که مثلا بفروشنش بعدش خرابش کنن اینجوری خود اعتبار خود بازی هم خراب میشه بچه ها اینجا داشتمون یه شات هوایی زدن و یه تیره رد شدن بقیل اینورم کلاس زرنگ بود کلاس زد ولی اینجور جا حواستون باشه نینجا زدم نینجا نخورد چون خودش اونجا بود اومد جلو این جسمه که نینجا زدم بهش بازیکن ها رو میبینید دیگه بچه ها اکثرا چون کاپ هم پایینه ذره ضعیف تک و تو بازیکن هرفهی توش هستا ها اصلا اون تو اون ویدیو قبلی یه تیم خیلی خوب بودن این این بازی فکر کنم زیاد بازیکن ها قوی نیستن یه بازی اکثرا خدمتتون نوب سیان <applause> این تیم آخر رو الان می‌بینی یه زر کشیشون با این تفنگ البته دوست داشتم بیشتر نشونتون بدم که چه جوری تفنگی مثلا می‌زدمشون ناکشون می‌کردم مینداختمشون بعد تمومشون نمی‌کردم فقط دوست داشتم تفنگ رو نشونتون بدم که قشنگ حالا اگه دوستانی که خواستم بگیرنش قشنگ فکراشونو بکنم و بگیرن حالا اگه ویدیو قبلی ندیدی این حرفا رو زدم بچه‌ها اگر که شما پول دارین تو حسابتون ولی موندین بین یه تیشرت یا مثلا این تفنگ یا خرج کردن برای بازی اون تیشرت رو بگیریم هر چیزی که تو دنیای واقعی مثلا دوتا انتخاب داری ولی اون یکی تو دنیای واقعی مثلا مثل غذا یه شام بخوای بخوری مثلا هزینه‌اش یه میلیون دو میلیون بشه بهتر از اینه که بیای هزینه کنی برای کالاف کسایی باید هزینه کنن برای کالاف که این مثلا براشون خیلی پول خورده و یه جورایی خیلی عشقشو دارم براشون خیلی مهمه این چیزا در اون حالت برین هزینه کنین ما هم حالا فروشگاه خودمون رو داریم ولی فرقی نمیکنه از هر جا میگیریم توفنگ ارزش خرید داره من اینو بار دهم ده دارم تکرار میکنم برخلاف های قبلی که مثلا این کیلویی که اومده بود کریگی که اومده بود لجندری افسانه ای من گفتم بهتون بچه ارزش خرید نداره خیلی ساده وایس مثلا استورش بیاد متیک بیاد این فارسی شو برای کسایی میگم که فارسی بلد نیستن مثلا چوسی میان سرشون در میمونه این ما هدک داریم <تصفح> با دست مال تول کنشونو تنظیم کنیم این فارسی صحبت کردم برای اوناست که براشون توضیح بدیم بنده خدا والله همتون میدونین داستان چی چیه هر سری انگلیسی شو میگم بعد فارسی شو میگم منظورم اینه برای کسایی که فارسی بلدن یا مثلا ترکی بلدن یا کردی شو بلدن و اونجوری هم حرف میزنن دمشون گرم اینا خیلی لولشون بالاه مرحلهشون بالاه کلاس بالا هن. ولی برای کسایی که اینجوری چوسی میان وسط چیز ای بابا من هدیک دارم I cannot go out نمیتونم I cannot go کسایی که اینجوری حرف میزنن اینا چوسی چونشون با دستمال توالت تمیزش نمیکنن چونشون بکوخ میدن <تص> عشقای <applause> من اینا شوخی ها هر جوری دوست داشتین تا زمانی که برای کسی ضرر ندارین هیچ اشکالی نداره دوست دارین اصلا اینجوری این حرف بزنین ضرری برای کسی نداره اینا و یارای آخر ای یارو حالا میریم برای چیده ما یه نفر مونده یه نفر مونده او بالا کمپر لاشی داش با چیز اسنایپ انگاری مسابقات جهانیه انگاری جنگ جهانیه این اگه بیاد پایین بمیره کلا دنیا تموم میشه براش نشستی یه گوشه کم کرده اینجوری قایم شده اونجوری داری با استاپ میزن بیا پایین دیگه <تصفح> عشقای من این چیدمان رو براتون میذارم بعد این داشتمون که رفت بیستومین قتل ریپر یه قاتلی شده ما بریم سراغ چیدمان بچه ها ویدیو رو بچه ها حتما لایک کنید حتما حتما لایکش کنید کامنت هم عشقی دوست داشتیم بذارید اگه هم نه یه ما... ویدیو رو لایک نمیکنین کامنت نمی زارید. یه باید به من بدیم ما چتونم کردم دیگه حالا راحتی اصلا لایک نزنید <applause> لایک و کامنت اصلا بیخی ماچ کردم دیگه منفعتش رسید به حالا بریم برای سراغ اه... چیدمان کاپو تا این کاپو پر کنم فردا یکم بازی میکنم زر کاپو ببرم بالا دمیج 8000 آسیب خوب بعد این چیدمانشه بچه ها دقت کنید آمینیشن 38 راند بذارید اون یکی اون یکی که بهتون بیشتر میده اونو نذارین قربونتون بدم ADS تایمش یعنی نشونو گیریتون اینجوری میاری تا میاری جلو چشه طرف تو رو میکشه اونو نذارین نگاه کن اینجا من ADS تایم هم چیه هیچ ADS تایم هم. یعنی همون فنگ زمین اینجوری سری میاد جلو چشات فور گریپ هم که برای سر... برای چیز برای دقت ریل گریپ هم برای هیت برای لگده این از چیزهای مشخصاتش همه چیش عالی بچه ها برین استفاده کنین لذتشو ببرین بازخوردشو من بعدا توی کامنتات توی اینستاگرام میبینم که از چین خوشتون اومد یا نه خیلی دوستتون دارم امیدوارم که ویدیو مفید بوده باشه براتون تا ویدیو بعدی به درود عشقای من دوستتون دارم